در این بخش قصد داریم شما را با نصب ویندوز آشنا بکنیم، البته به صورت تئوری سری نکاتی گفته میشه که شاید تو نصب عملی از موضوع شما که مطرح نشه، ولی در بخش عملی هم یه سری مطالبی خواهد اومد که در این قسمت جای گفتن نداره. این قسمت هم به درد نصب ویندوز XP میخوره و هم 7. گفتیم برای اینکه ویندوز رو نصب کنیم یه سری کارهایی رو باید انجام بدیم. 4 تا مرحله ای که باید انجام بگیریم. مرحله اول چیه؟ از مای داکیومنتمون، دسکتاپمون، درایو سیمون، اون فایل هایی که لازم داریم چیکار میکنیم؟ مطمئن میشیم که یه کپی برداشته باشیم. چون ما میخوایم یه ویندوز تمیز نصب کنیم. یعنی چی؟ یعنی درایو سی یا درایو اولمون که میخوایم توش ویندوز نصب کنیم، بعد از فایل هایی که شاید به دردمون بخوره، عکسی، جزوه چیزی هست، چیه؟ آری باشه. چون این داره کلا پاک میشه. پس اولین کار کپی برداشتن از درایو سی اون فایل هایی که لازم داریم. البته نه برنامه هاش، بلکه فقط اون سند هایی اگر توی مای داکیومنت یا دسکتاپ. مرحله دوم اطمینان حاصل کنیم که سی دی مادربردمون، سی دی درایو ها، کارت صدا، کارت گرافیکی اینا چیه داشته باشیم، همراهمون باشه و به مشکلی بر نخوریم و اگر لازم شد با برنامه های مانند درایور جنیت چیکار کنیم، از درایو هامون یه کپی بگیریم. مرحله بعدی مطمئن بشیم یه سی دی سالم داریم. بعضیا میان ویندوز میخوان نصب کنن، وسط کار میفهمن که وسط نصب ویندوز همه فایل ها آنپاک شده، دیگه دستشون به جایی نمیرسه، ویندوزشون خرابه و به مشکل برن. حتما یه ویندوز سالمه بدون خشه، شماره سریالش هم یه جایی یادداشت کنید که وسط کار خواست داشته باشید. و مهمتر از همه اینه که شما مطمئن باشید که دستگاهتون این ویندوز رو قبول میکنه. ویندوز 7 یه رم خاصی میخواد، یه هارد خاصی میخواد، گرافیک خاصی میخواد، ویندوز XP هم همینطور. مطمئن باشید دستگاهتون دستگاه پایینی نباشه، دستگاه نسبتاً آپدیت و به روزی باشه که از نظر سخت افزاری مشکل نباشه. پس این 4 تا مرحله رو حتما رعایت کنید که بعداً به مشکل بر نخورید. سعی کنید اینا رو یادداشت بردارید توی جزوه‌ای، چیزای نکات مهم و به صورت تیتوار که یکی یکی ببینید این کارا رو انجام داد یا نه. بعد از اینکه این کارا رو کردید، سی دی رو که سالمه بذارید تو سی دی رام، دستگاه رو ریستارت کنید. خب دستگاه رو ریستارت کنید چه اتفاقی میفته؟ اگر شما دست به هیچی نزنید، دوباره هارد شما از همون ویندوز قبلی میاد بالا، چون شما ویندوز دارید دیگه، میخواهید اول اینو پاک کنید. پس باید یه کاری کنید که بره سراغ سی دی رام که فایل‌ها رو از روی سی دی رام بخونه. لذا دستگاه رو ریستارت کردید، یه همچین صفحه سیاه رنگی که میاد شروع دستگاه، با زدن دکمه دیلیت برید توی بایوس، یه تنظیمات بایوس، سیستم بایوس، تون تون دکمه دیلیت رو بزنید، از این صفحه‌ای که سیاه رنگه وارد یه همچین صفحه بشید. بوت تو اینجا برید قسمت ادوانس فیچر، قسمت ادوانس بود، فرست بوتتون رو یعنی بالا آمدن دستگاه برید بکنید سی دی رام، چون اولش چیه اچ دی دی هارده. یه کاری کنید که دستگاه با سی دی رام بیاد بالا، چرا که از سی دی رام باید فایل ها رو بخونید. با فلش های پایین رو اینجا نشون داده، پایین رو، بالا رو، یا علامت مثبت منفی، خلاصه که بعضی از مادربردها شاید شکلشون اینطوری باشه. به هر حال شما باید وارد ادوانس بایوس فیچر بشید و قسمت بوت دیوایس و قسمت فرست بوت رو، الان این چیه سی دی رام ترده، یعنی من الان بذارم اول میره سراغ فلاپی، بعد میره سراغ هارد و از ویندوز قبلی میاد بالا، هیچ وقت سراغ سی دی رام نمیره. پس با زدن علامت مثبت منفی که اینجا گذاشته، من سی دی رامو میارم قسمت فرست بود، یعنی بهش میگم که اولین باری که میاری بالا برو سراغ سی دی رام که بره ویندوز بخونه. بعد از اینکه این فرست بوتمون رو کردیم، چی سی دی رام، حتما مطمئن شدیم فرست بوت ما چیه، سی دی رامه، سیوش میکنیم، یه دکمه داره F10 میزنید سیو اند اگزییت، خارج میشید. وقتی خارج شدید اولین صفحه‌ای که میاد اینه، چون میره سراغ سی دی رام، میگه پرس انی کی، یک کلیدی رو فشار بده که با سی دی رام بیام بالا، یه دکمه دیلیتی، اینتری، نمیدونم حالا هر چی، اسپیسی، چیزی بزنید که وگرنه 10 ثانیه نزنید دوباره سراغ بوت دومی که هارده میره. پس یه دکمه ای رو میزنید سریع که بره سراغ سی دی رام، که هارد کانفیگوریشن تشخیص اولش شروع میکنه به سخت افزار تشخیص بده، اگه مشکل نداشته باشه نصب ویندوز اینطوری شروع میشه. یه سری نوشته هایی می نویسه، مثلا میگه F6 رو بزنید اگه اونایی که هارد اسکازی، شما نمیزنید، اونایی که اسکازی نا هارد درایوای خاصی دارن میزنن، یا F2 رو بزنید برای اوتوماتید سیستم ریکاوری که سیستم اشکال داره ریکاوری کنه، برگردونه به حالت اولیه. به هر حال دکمه های مختلف، یا تا قرار داد اولی صفحه که شما باید دکمه بزنید لایسنس اگریمنته، میگه شما این ویندوز خریدید
اینو بخونید و قرارداد قبول کنید. شما با زدن دکمه F8 باید برید جلو. اگر نزنید چیه؟ باید اسکیپ بزنید خارج بشید یا F3 بزنید خارج بشید. به هر حال اینجا دقت کنید، با پیج دان پیج آپ میتونید قرارداد اگه لازم شد بخونید که نیازی نیست، فقط F8 بزنید. این نکته ای. اگر شما دکمه هاتون اینجا دیگه کار نمیکنه، کیبوردتون، چه خیلی ها با من تماس گرفتن میگن که ما کیبوردمون کار میکنه ولی وقتی میخوایم ویندوز نصب کنیم از صفحه لایسنس اگریمنت هر چی دکمه فشت میزنیم کار نمیکنه، یعنی نه این دکمه ها، هیچ دکمه. این برمیگرده به صفحه قبلی، من یک بار دیگه برمیگردم به صفحات قبلی، به بایوز. ببینید خب مشکل این دوستان چیه؟ اینه که کیبورد اینها از طریق USB وصل شده و توی بایوس سیستم معمولا کیبورد USB اینیبل نیست. ببینید اینیبل نیست، دیسیبله. اینا باید بیان با زدن دکمه دیلیت دوباره توی همین بایوس قرار بگیرن و گزینه کیبورد پیدا کنن و اونو چکار کنن؟ اینیبلش کنن. بعضی موقع مثلا بعضی هستن میگن که آقا ما کارت صدا داریم، کارت صدای قوی میخواییم و مادربردمون خودش کارت صدا داره، میخوایم از اون استفاده نکنیم. اونا هم همینطور، اگه میخوان کارت صداشون فعال بشه باید بیان اینجا کارت صدای اصلی خودشونو چیکار کنن؟ اینجا دیسیبل کنن که بتونن از کارت صدای جدیدی که به صورت اکسترنال اضافه کردن استفاده کنن. پس اونایی هم که کیبوردشون کار نکرد بیان اینجا کیبوردشون رو چیکار کنن؟ اینیبل کنن که از طریق USB، وگرنه باید از کیبورد هایی که به صورت PCI معمولی نصب میشه استفاده کنن. به هر حال برمیگردیم به قسمتی که بودیم، لایسنس اگریمنت. پس با زدن دکمه F8 وارد نصب ویندوز میشیم. من F8 رو میزنم میرم. سه تا گزینه داریم. گزینه اول میگه که تو ستاپ ویندوز XP برای نصب ویندوز پرس اینتر. اینتر رو بزن. شما هم همین کارو میکنید میزنید. اما دو تا گزینه دیگه چیه برای توضیح؟ میگه اگر میخوای ویندوز داری و ویندوزت ایراد داره ریپیرش کنی، اشکالاتشو برطرف کنی، حرف آ رو بزن. حرف آ اینجا هم نوشته ریپیر. یا اگر واقعا ویندوزت اشکال داره فقط میخوای سریع رفع اشکال کنی، فایلاتو بخونه و رفع اشکال کنه، میتونی اینو بزنی. کویت یعنی اشتباهی وارد این سی دی شدی، اشتباهی سی دی جا مونده بوده، چیکار کنید؟ با زدن چی؟ F3 خارج شد. ما چیکار میکنیم؟ با زدن اینتر نصب ویندوز ادامه. خب چون شما قبلا ویندوز نصب کردید، این میگه که بابا چون تو ویندوز داری توی درایو سی، ویندوز مایکروسافت ویندوز XP. البته اونایی که ویندوز ندارن درایو خالی دارن این پیام نمیاد، این برای اونایی که قبلا ویندوز XP دارن. میگه تو داری میخوای اینو رفع اشکال کنی، ریپیرش کنی یا نه میخوای چیکار کنی؟ ویندوز جدید. اگر میخوای ریپیرش کنی آر، ولی اگه میخوای ویندوز جدید اسکیپ. ما با زدن اسکیپ میخوایم چون ویندوز تمیز نصب کنیم خارج میشیم از این صفحه، چون با این صفحه کاری نداریم. پس یاد نره دکمه اسکیپ رو از کیبورد میزنی که از این صفحه خارج بشی. حالا صفحه ای که میاد با صفحه من زمین تا آسمون فرق خواهد کرد. من تو این عکسی که دارید میبینید چند تا درایو دارم؟ سی و دی و ای و اف، یا 4 تا درایو دارم. شما احتمال داره 5 تا 6 تا، حالا هر چند تا درایو دارید اینجا. اصلی ترین و مهمترین سخت ترین قسمت نصب ویندوز همین صفحه است. اینجا دقت کنید، اون درایو رو انتخاب کنید که میخواهید توش ویندوز رو نصب کنید، یعنی فایلاشو پاک کردید مطمئنید. اشتباهی درایو رو انتخاب نکنید توش فایلی چیزی دارید. با فلش های پایین رو بالا رو میایید روی اون درایو که معمولا درایو سیه، چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید و با زدن اینتر اینستال نصب آغاز میشه. اما عجله نکنید، چند تا نکته رو اینجا گوش کنید، شاید به دردتون بخوره بعد نصب ویندوز رو ادامه بدید. ببینید اولی میگه که اون درایوی که انتخاب کردید، حالا سی دی، حالا هر کدوم است، اینتر بزنید. اما دو تا گزینه دیگه چیه؟ شما میتونید، بهترین روش اینه که اگه میخواید اینو نصب کنید، قبل از اینکه نصب ادامه بدید چیکار کنید؟ دیلیت. با زدن حرف دی از روی کیبورد این درایو رو یه بار دیلیت کنید، یعنی کلا پاکش کنید، توش ویروسی برنامه هر چی از کاملا پاک بشه. و سپس با زدن گزینه حرف سی پارتیشن بندی، یعنی بزنید پارتیشن. مثلا پارتیشن بندی چطوریه؟ مثلا اینطوری شما میتونید بیاید بگید که آقا این درایو رو چیکار میخوام بکنم، مثلا کوچیکش بزرگش کنم، حالا هر چی، یه عددی رو بدید و پارتیشن بندی کنید. به هر حال اینو میتونید بعدنم برید سی دی شماره 3
قسمت منیج مدیریت رو نگاه کنید. بتونید این کار رو از کجا انجام بدید؟ مای کامپیوتر کلیک راست منیج و وارد چی بشید؟ این قسمت بشید، وارد دیسک منیجمنت بشید و فایلاتون رو چیکار کنید؟ پارتیشن بندی کنید، دیلیت کنید. یه مقدار کار خطرناکی، حتما اون سی دی رو نگاه کنید. من حالا عملا وارد ویندوز خودم میشم، یه نگاهی بکنیم ببینیم چطوری میشه، بعد ادامه نصب ویندوز رو چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. میتونید بیایید روی مای کامپیوتر کلیک راست منیج مدیریت و از اینجا قسمت دیسک منیجمنت و درایو هایی که دارید چیکار کنید؟ پارتیشن بندی انجام بدید، یعنی روشون کلیک راست کنید، فرمت، دیلیت. حاضر این کار البته کار سختیه. آموزش این CD شماره 3 آخرش به اسم منیج مدیریت گذاشتم که میتونید اینا رو فرمت بندی کنید، دیلیت کنید، حذف کنید، هر کاری که خواستید. بس این قسمت هم اینجا روی مای کامپیوتر راست منیج میتونید چیکار کنید؟ مدیریت پارتیشن بندی درایو هاتون رو انجام بدید. برنامه‌های زیادی هستن مثل پارتیشن ماجیک و اینها هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. حرفه‌ای‌تر بس نکته مهم در این قسمته که اون درایو رو انتخاب کنیم، اون درایوی که می‌خوایم ویندوز نصب کنیم، بعد با زدن اینتر بریم جلو. من درایو سیم رو انتخاب می‌کنم و دکمه اینتر رو می‌زنم که نصب ویندوز رو ادامه بدم. یه صفحه میاد که 4 تا گزینه داره، دو تا شبیه همن. ببینید میگه پارتیشن بندی کنم با NTFS یا FAT. دومی هم همینه، NTFS یا FAT. ولی اولی، دوتای اول کویک یعنی سریع فقط این کار انجام میده، دومی یه مقدار طول میکشه ولی بهتره. پیشنهاد من سومی NTFS، هیچ وقت فتح که انتخاب نکنید، چه اولی چه دومی، چون فایلای الان با سیستم قوی تری به اسم NTFS دارن قالب بندی میشه. این برای قدیم بود فتح. بس گزینه شماره 3 رو انتخاب میکنید که NTFS فایل سیستم و یه مقدارم طول میکشه ولی بهتره. شروع میکنه به فرمت کردن، قالب بندی کردن، فرمت بندی میکنه هاردتون و اون درایو سی رو. بعد از اون بعد از اینکه فرمتش تموم شد شروع میکنه به کپی کردن. هیچ کاری شما انجام نمیدید، فقط نگاه میکنید فایلا رو چیکار میکنه. تو اون درایوی که قالب بندی کرده، فرمت کرده، کپی میکنه و بعد از اون ریستارت، ریبوت میکنه. دقت کنید، شما بزنید با زدن اینتر اینجا سریعتر، ولی اینجا کار نکنید. وقتی دستگاه ریستارت کرد دوباره این صفحه میاد، میگه پرس انی کی، یک کلیدی رو فشار بده که برم سراغ سی دی رام. نه دیگه، اینجا دیگه نزنید، چون دوباره همون مراحل باید تکرار. نه، الان فایل رو کپی کرده، بذارید خودش با همون ویندوز یعنی با هارد جدید بیاد بالا. بس اینجا دیگه این صفحه اومد، چون الان رفت سراغ، چون فرست بوت شما هنوز چه تنظیم چیه روی سی دی رامه. اینجا دیگه تو مرحله بعدی هیچ دکمه رو نزنید، بذارید یه ذره منتظر بشید، خودش با هارد با همین ویندوزی که داره میاد بالا. نصب ویندوز دیگه داره یواش یواش به وسطاش میرسه. کالکتینگ اینفورمیشن، اینفورمیشن اونایی که ثبت شده انجام شده، اطلاعات رو جمع آوری کرده، آپدیتش کرده، پریپر آماده کرده و اینستال. نصب ویندوز داره آماده. اولین صفحه ای که میاد صفحه مهمه، تنظیم زبانه. شما اینجا باید چیکار کنید؟ وارد کاستماایز بشید، زبان فارسی رو چیکار کنید؟ تنظیم کنید. بس اینجا وارد شدید، وارد کاستماایز بشید، برید قسمت لنگویج، گزینه دوم لنگویج، و اینجا گزینه اول که رایت تو لفت یعنی از راست به چپه، تیک بزنید داخلشو. وقتی تیک زدید دکمه اپلای رو بزنید، یعنی بعد از اینکه تیک زدید اپلای رو بزنید که فایل‌ها رو از سی دی، مقدار طول میکشه تا یه به این حالت بیرنگی در بیاد، یعنی فایل‌ها رو ریخته باشه. بعد از اینکه مطمئن شدید فایل‌ها رو ریخت و این حالت در اومد، دیتیلز رو بزنید که فارسی رو انتخاب کنید. ببینید اینجا الان فقط انگلیسی داریم. برای اضافه کردن زبان فارسی باید گزینه چی رو بزنیم؟ اد رو بزنید و زبان فارسی رو از گزینه ای که میاد از بالا اینپوت چیکار کنید؟ اضافه کنید و قسمت اپلای اوکی و خارج بشید. بس حتما اینجا زبان فارسی یادتون نره، توی قسمت کجا بود؟ ریجینال و لنگویج آپشن اضافه کنید، توی قسمت کاستماایز. حالا برای اینکه ببینید به چه مشکلاتی برمیخورید اگه اینو نکنید، این کارو نکنید، یا بعداً چطوری تنظیم بود، اگر یادتون رفت نکست رو زدید، نگاه کنید. من عملاً میرم چیکار میکنم؟ اینو تو ویندوزم تنظیم میکنم یک بار دیگه. خب در این قسمت عملاً ببینیم توی ویندوز زبان اگر ما انتخاب نکرده باشیم چه مشکلی. ببینید الان من
پاورپوینت رو فعال میکنم، میخوام فارسی تایپ کنم، آلت شیفت رو میخوام فارسی، به هیچ وجه فارسی ندارم، ببینید گزینه فارسی ندارم. خب میرم کنترل پنل استارت، کنترل پنل چیه؟ ریجنال لنگویج آپشن لنگویج، دیدید تیکش نخورده، من وارد دیتیلز بشم زبان فارسی وجود نداره. حتی بخوام اضافه کنم اد، میام اینجا ببینید به وقتی من وارد میشم چیزی به اسم فن فارسی نداریم. بس تنها راه حلی که میمونه من چیکار کنم؟ بیام زبانم رو حتما اضافه کنم. گفتم اگر تو نصب ویندوز این کارو نکردید میتونید بیاید کجا؟ استارت، کنترل پنل، بعد ریجنال لنگویج آپشن، قسمت لنگویج، در اینجا قسمت رایت تو لفت تیک میزنم. اوکی، وقتی بخوام اپلای رو بزنم حتما باید سی دی رامو داخل سی دی گذاشته باشم. ببین پیام میاد میگه سی دی ویندوز رو بذار. پروز میکنم میرم سراغ سی دی ویندوزم، سی دی ویندوز نذاشتم، سی دی ویندوز رو میذارم، سی دی رامو انتخاب میکنم، اوپن فایل صد رو انتخاب میکنم، اوپن شروع میکنه به ریختن فایل ها. ببینید داره فایل های فونت رو اگه بخونید دقت کنید توی سیستم چیکار میکنه، از قسمت ویندوز داره میریزه به فایل های ویندوز سی تو درایو سی. الان من فایل های عربی یا ارزم بزرگ شما که عبری یا فارسی، خلاصه فونت هایی که از راست به چپ هستن رو داره چیکار میکنه؟ میریزه که تنظیمات بعدی رو انجام بدم. و سعی کنید این کار همون اول تو نصب ویندوز که دارم میگم انجام بدید، بعدا به این مشکل بر نخورید. ببینید الان من اینجا آیکونی به اسم آیکون لنگویج یا انگلیش فارسی ندارم، بعد از این مرحله میتونم اونو چیکار کنم؟ اضافه کنم. ولی اگر تو نصب ویندوز اینو رعایت کرده بودم این هم دردسر و مشکل وقتم هم تلف نمیشد و دردسرم نمیکشیدم. خب حالا بعد از نصب اینجا، بعد از نصب این فونت ها، تنظیمات بعدی که لازمه ببینیم چیکار باید انجام بدیم که عملا هم اونجا گفتیم. یکی باید ریستارت کنم. خب میگم yes. خب حالا که ریستارت کردم نگاه کنید باز لنگویج اینجا وجود نداره. من باید برم استارت، کنترل پنل، برم باز ریجینال لنگویج آپشن لنگویج. ببینید الان این فعال شده. برم دیتیلز، یعنی یادتون باشه اون موقع من چیه وقتی ادو میزدم فارسی وجود نداشت، ولی الان ادو میزنم میرم اینجا میبینید فارسی اضافه شده. پس برای اضافه کردن زبان فارسی باید وارد چی بشید؟ دوباره بعد از اینکه فونت رو نصب کرد لنگویج آپشن، دوباره لنگویج، بعد دیتیلز وارد جزئیات بشید، اینجا ادو بزنید و از بالا فارسی که الان اضافه شده انتخاب کنید. هر زبان دیگه که دوست دارید، آلمانی، کره، هر چی که دوست دارید و لازم دارید. اوکی، حالا فارسی اضافه شد. اپلای. حالا ببینید اینجا نگاه کنید، اومد انگلیش اومد اینجا، میتونم فارسی انتخاب کنم. اگر خواستید با این بازی کنید باشه نباشه، اینجا این فعال شد. الان لنگویج باز میدید این شو لنگویج، یعنی نشون بده. اگر اینو بزنم نشون نمیده، ببینید الان نشون نمیده. پس حتما این فعال باشه، کاری به کار این نداشته باشید. additional language اگر زبانهای دیگه ای دارید تیکش بذارید نشون بده که با اینجا بذارید کاری ندارید. اوکی، apply. اوکی، خب حالا بریم پاورپوینتمون فارسی تایپ کنیم ببینیم چه به چه مشکلی برمیخوریم. یا این هم الان فارسی بالا اومد، میتونم بزنم بیاد. خب من دارم فارسی تایپ میکنم، alt shift راست، یا ببینید اینجا نگاه کنید فارسی من فعال شده. می نویسم ما 324 ای، من با مشکل برخورد کردم. اینجا من 324 متنم فارسیه، 324 پروژه. خب باز عدد میخوام تایپ کنم، 543. ببینید به مشکل برخورد کردم، یعنی من متن فارسی می نویسم انگلیسی داره تایپ میکنه. این ببینیم کجاست مشکلش توی پاورپوینت. رایت کنترل پنل ریجنال لنگویج آپشن،
دقت کنید اینجا قسمت ریژینال آپشن قسمت نامبر اعداد کارنسی یعنی آپشن اول شما میتونید وارد کاستماایز بشید. اینجا یه گزینه داره به اسم کانتکست یعنی دیجیتال سابستیتوشن کانتکست انتخاب کنید، یعنی با توجه به متن این تغییرات انجام بگیره. اپلای اوکی. من حالا این پاورپوینت رو میبندم، باز میکنم از اول، حالا تایپ میکنم ما 324 این فارسی تایپ شد ازم عدد 678 میبینید فارسی تایپ شد. پس هر وقت به مشکل برخورد کردید در مورد کانتکست توی پاورپوینت نا این مشکلش کجاست؟ توی کنترل پنل ریژینال لنگویج آپشن در قسمت ریژینال آپشن در این قسمت. البته اگر خواستید کلن چیز رو میتونید اینجا رو انگلیش رو بردارید و چکار کنید فارسی رو انتخاب کنید. اینا کلن فارسی یعنی تمام تقویم و اعداد و ساختار چی بشه اعداد اینا هرچی هست که فارسی بشه. مثلا کلن لوکیشنتون رو بردارید ایران بکنید اینجا. یه دیگه بستگی به ساختارهای کاری خودتون داره که به چه چیزهایی لازم دارید. اینجا رو مثلا بکنید ایران. اپلای. اوکی. کل ساختارها تقریبتون اینا هرچی اعداد مداد اینا هستش چیه تنظیم بشه یا پاورپوینت اینا دیگه مشکل خاصی نداره. این انگلیسی اینم اعداد انگلیسی اما پایین متن فارسی اعداد فارسی و مشکلم برطرف میشه. این هم در مورد چی؟ بریم سراغ بقیه نفسه. به هر حال بعد از تنظیم لنگویج آپشن با زدن نیکس اسم ویندوز رو ادامه بدیم. صفحه بیاد که اسمتون رو نیم اسمتون رو می نویسید. حالا اکبر زهیری حالا هرچی ارگانزیشن مدرسه‌تون هدایت هوم حالا هرچی مهم نیست مشخصاتتون رو بنویسید و برید. قسمت بعدی پروداکت چیه؟ اون سریال نامبری که گفتم سی دی ها بعضیشون میخواد از یعنی اون رمز سریال نامبر رو اینجا بنویسید و فعال کن نکست بزنید برید. قسمت بعدی کامپیوتر نیم اونو چه نوشتید اسم خودتون بود اینجا اسم کامپیوتره اسم کامپیوتر رو بنویسید. قسمت بعدی هم ادمینستریتور پسورد یه رمزی بدید که اگر تو سیف مود اینا رفتید یا یه کسی اومد دستگاه رو همینطوری وارد دستگاه نشه و این رمز رو فراموش نکنید. حتما بدونید یه عددی یه چیزی که همیشه یادتون باشه تاریخ تولدی شما تلفنی که یادتون باشه من نمیدونم حالا هر چی یه رمزتون دقت کنید. اما اگر کامپیوتر نیم چون مهمه بعداً به مشکل برخورد کردید یا اشتباه یا خواستید تغییر کنید این راه حل داره. میتونید چیکار کنید؟ بعد از نصب ویندوز ببینید برید تو کامپیوتر مای کامپیوتر کلیک راست پراپرتی و از وارد پراپرتی که شدید برید قسمت چیه کامپیوتر نیم اسم کامپیوترتون رو اینجا چینج بزنید و عوض کنید. میتونید عملا هم اینو یه بار انجام بدیم که ببینید چیکار باید کرد. برای این کار میتونید بیاید روی مای کامپیوتر کلیک راست بعد پراپرتیز کامپیوتر نیم اینجا اسم کامپیوتر رو میتونید چیکار کنید عوض کنید. اگر خواستید بیایید قسمت چینج اسم کامپیوتر رو اینجا عوض کنید اگر به مشکلی برخورد کردید میخواهید عوضش کنید و قسمت های دیگه هم هست شبکه مملکت اگر خواستید از اینجا عوض کنید. بس کجاست کامپیوتر کلیک راست پراپرتیز قسمت کامپیوتر نیم چینج اینجا چینج رو بزنید دیدید اسم کامپیوتر رو عوض کنید و تغییر بدید و بعد ریستارت کنید. به هر حال بعد از نوشتن اسم کامپیوتر و تغییرات لازم نکس میریم جلو. تغییر چیه؟ ساعت و زمان و ارزم موضوع شما که این هاست که این باز توی کنترل پنل میتونید عوض کنید ولی اینجا بهتره که دیت اند تایم روز ساعت اینا رو انجام بدید. ساعتتون رو تنظیم کنید ساعت دقیقه باشه سرور اینا مهمه حساسه این کار انجام بدید. اینجا بیایید گزینه تایم زون مثلا چیه کشور ایران تهران انتخاب کنید شهر تهران انتخاب کنید بر اساس اونجا. اینجا هم قسمت اتوماتیکلی تیک بزنید باعث میشه که هر وقت 6 ساعت 6 ماه 6 ماه که ساعت رو عقب جلو میکنن خودش چیه ویندوز تشخیص بده. پس اینجا تنظیم ساعت و تاریخ و ارزم بزرگ شما که کشور نکست ادامه نصب ویندوز. قسمت بعدی تنظیم شبکه است که شما تو خونه معمولا با شبکه کار ندارید تیپیکال ستینگ رو بزنید برید جلو. اما اگر خواستید وارد شبکه شدید مدرسه اداره چیزی هستید باید کاستم ستینگ رو بزنید و بعد در زمان حضور شما که
مسئول ادمینستریته با رمزش داشته باشید وارد شبکه بشید و TCP IP اینا رو چیکار کنید؟ تنظیم کنید. این IP ها عدد ها و اینها را تنظیم کنید. دقت کنید، باز دارم اینجا تذکر میدم، اگر شما بهترین روش اینه که همین چیز حالت عادی، اگر باز شبکه رو لازم داشتید میتونید چیکار کنید؟ وارد بعد از اینکه نصب ویندوز انجام دادید این کارا رو انجام بدید، بس مهم نیست، میتونید این کارا رو بعدا هم انجام بدید، میتونید به نمونهش نگاه کنید. برای تنظیم شبکه‌تون میتونید بعد از اینکه ویندوز نصب کردید اگر نیاز داشتید بیایید روی آیکون مای نتورک پلیسز کلیک راست پراپرتیز، بعد روی کارت شبکه‌تون کلیک راست پراپرتیز و گزینه آخر که TCP IP هست انتخاب و روی پراپرتی کلیک کنید و تنظیمات IP ناتون رو بدید. حالا عددهایی که مثلا مسئول سایتتون بهتون داده چکار کنید؟ بذارید اینجا و دستگاهتون رو بر اساس DNS نمیدونم حالا هر چه دیفالت گیتوی ما هر چی هست تنظیم کنید و اوکی رو بزنید و برید جلو. بس برای تنظیم شبکه بتونید این کارو انجام بدید اگر نیاز داشتید. خوب دقت کنید، برای وصل شدن به دومین باید کجا برید؟ مای کامپیوتر، اگه میخواید به عضو دومین هستید کلیک راست پراپرتیز و قسمت کامپیوتر نیم، تو قسمت کامپیوتر نیم نتورک آیدی دارید، اینو بزنید نکست نکست نکست، یوزر نیم و پسورد ایناتون رو بدید و عضو دومین بشید. اینم برای اونایی که دومین میخوام وصل بشن از توی شبکه. به هر حال من با زدن تیپیکال سیتینگ نیکس میزنم و ادامه نصب ویندوز رو پی میگیریم. صفحاتی بعد ریستارت میکنه، یه صفحه میاد برای دیسپلی یعنی کارت گرافیکی ویژوال سیتینگ، میگه این صفحه رو داری میبینی؟ آره داریم میبینیم. اوکی رو فقط میزنید و صفحه بعدی برای چیه؟ رزولوشنه. میگه این صفحه رو داری مشاهده میکنی؟ میتونی بخونی؟ بزن بله. اوکی و نصب ویندوز تموم شد. ویلکام، خوش آمدید به مایکروسافت. نکست، این سمت راست دکمه نکست رو میزنید. اگه مودم داشته باشید سعی میکنه به اینترنت تنظیم بشه وصل بشه، شما میتونید با زدن اسکیپ خارج بشید و نکست ادامه بدید. یه سری صفحاتی میاد برای ریجستر کردن اینا که ما معمولا نو آخرین گزینه رو انتخاب میکنیم، نو آخرین گزینه رو نکست. صفحه میاد که چیه؟ تنظیم یوزره که شما میتونید یوزر نیم اول مثلا اسمتون رو بنویسید، نفر دوم، نفر سوم، چند نفری که میخوان استفاده کنن، یا میتونید بعدا برید کجا کنترل پنل یوزر اکانت اینا رو چیکار کنید؟ اضافه کنید. بس اینجا میتونید این کار انجام بدید، بس یه یوزر رو بنویسید بعد با زدن نکست و تنکیو تشکر صفحه میاد و فینیش تمام شد. شما وارد چی میشید؟ صفحه دسکتاپتون میشید. دقت کنید وقتی وارد شدید یه صفحه تور داره که برای اولین بار بعد نیست، یه بار بزنید اجرا کنید نگاه کنید، یه سری نکاتی رو میگه. این صفحه است. قسمت بعدی کارهایی که باید انجام بدید تو ویندوز عملی قشنگ یاد داده شده. حتما میایید درایور هاتون رو نصب کنید روی مای کامپیوتر، کلیک راست دیوایس منیجر درایور هاتون رو نصب کنید. بعد برنامه هایی که لازم دارید رو نصب میکنید، هر برنامه ای که لازم دارید، و بعد میرید استارت و اکسسوریز بکاپ، یه بکاپ میگیرید. پس کارهایی که بعد از نصب ویندوز انجام بدید چی شد؟ درایور هاتون رو درست نصب کنید، کارت گرافیکی صدایناتون به دقت کنید، روی مای کامپیوتر کلیک راست پراپرتیز برید تنظیمات دیوایس منیجر ببینید که درایوراتون درست باشه. بعد برنامه های لازمتون رو نصب کنید، هر برنامه‌ای که همیشه باش سر کار دارید، و آخرین قسمت چیکار کنید؟ یه بکاپ بگیرید. برای چی؟ برای اینکه دیگه هی مجبور نشید این روش هایی که گفتیم ویندوز نصب، ویندوز 3 ساعت بشینید ویندوز نصب کنید، حالا سی دی خش داشته باشه، ایراد داشته باشه، کارت درایورت پیدا کنید، هر وقت به مشکلی برخورد کرد برید از قسمت بکاپ ریستور، قسمت بکاپ یاد دادم، چیکار کنید؟ سیستمتون رو برگردون به حالت قبلی که همین حالت بوده و تنظیم کردید. انشالله که موفق و معید باشید.